سلام، به کانال نیایش خوش اومدین. در برنامه امروز قصد داریم به دعای حریق و آثار آن اشاره کنیم. ممنون از اینکه امروز هم به کانال نیایش سر زدید و با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت میکنید. حمایت شما باعث دلگرمی ما هست. فراموش نکنید اگر از برنامه های ما خوشتون اومد و فشردن اون زنگوله علاوه بر حمایت روزهای بعدی هم ما رو همراهی کنید. یکی از دعاهایی که در کتابهای مصباح و بلد الامین کف امی آمده است دعای حریق است. خواندن این دعا در صبح سفارش شده. در کتاب دعاهایی مانند مصباح و بلد الامین کف امی دعایی معروف به نام دعای حریق سفارش شده است که زمان خواندن آن بعد از نماز صبح است. دلیل نامگذاری آن روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشان فرمودند: از پدرم امام محمد باقر علیه السلام شنیدم که فرمودند من با پدرم امام سجاد علیه السلام به منطقه قبا رفتیم تا از پیرمردی از انصار عیادت کنیم. در این هنگام فردی نزد پدرم آمد و گفت خانه خود را دریابید که آتش گرفته است. پدرم سوگند یاد نمود که خانه‌ام آتش نگرفته است. آن شخص رفت و پس از مدتی با گروهی از شیعیان آمد و آنان را نیز با گریه خبر آتش سوزی منزل را با سوگند به اطلاع پدرم رساندند. پدرم بار دیگر فرمود هرگز، سوگند به خدا، خانه‌ام آتش نگرفته است و اطمینان من به پروردگار بیش از آن چیزی است که در نزدم وجود دارد. بعدها مشخص شد که تمام خانه‌های اطرافش آتش گرفته اما به خانه حضرتشان آسیبی وارد نشده است. پدرم از پدرش حقیقت ماجرا را پرسید. حضرتشان پاسخ داد این چیزی است که از دانش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ارث نزد ما است که این دانش دوست داشتنی تر هست برای ما از دنیا و هر آنچه که در آن از مال و ریاست و سلاح و نیروی توانای جنگی می باشد. این دانش ارث یا هدیه است که جبرائیل علیه السلام برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده است و ایشان به علی علیه السلام و دخترشان فاطمه سلام الله علیها آموختند و از آنان به ما منتقل شده است. و این دعا دعای کاملی است که هر کس در هر روز آن را در مقابلش قرار دهد و بخواند خداوند هزار فرشته را می‌گمارد تا او و خانواده و فرزندان و وابستگان و نزدیکانش را از خطر آتش سوزی و غرق شدن محافظت کند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی از بهتو اشهدو که و کفی بکه شهیدن و اشهدو ملائکتی که و حملت عرش که و سکان سبع سماوات که و عرضی که و انبیاء که و رسول که و ورست انبیاء که و رسولک و صالحین من عبادک و جمیع خلقک اشهد لی و کفی بک شهیدن انی اشهد انک انت لا اله الا الله و انت معبود وحدک لا شریک لک و ان محمدا صلی الله علیه و آله عبدک و رسولک و ان کل معبود من مادون عرش که الى قرار عرض که سابعت سفلا باطلون مزمهلون ما خلا وجه که کریم و انهو اعز و اکرم و اجلا و اعظم من ان یصف الباصفون کنه جلاله او تحت دل قلوب و الا کنه عظمتین یا من فاقه مدح المادهین فخر و مدحه و عدا وصف الباسفین
معاتر و حمده و جل عن مقالت ناطقین تعظیم و شأنه صل علی محمد و آل محمد و افعل بنا ما انت اهله یا اهل تقوا و اهل المغفرت. سپس سه مرتبه میگویی لا اله الا الله وحده لا شریک له سبحان الله و به حمد استغفر الله و اتوب الی ما شاء الله و لا قوه الا بالله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. و سپس 11 مرتبه میگویی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر استغفر الله و اتوب الی ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله الحلیم الكریم العلی العظیم الرحمن الرحیم ملك القدوس حق المبین عدد خلقه و زینت عرشه و ملء سماواته و رزیته و عدد ماجرابه قلمه و احصاه کتابه و مداد کلماته و رضی نفسه. و سپس میگویی اللهم صل علی محمد و اهل بیت محمد مبارکین و صل علی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و حملت عرش اجمعین و الملائکت المقربین اللهم صل علیهم حتی تبلغهم رضا و تزیدهم بعد الرضا ما انت اهله یا ارحم الراحمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی ملک الموت و اعوانه و صل علی رضوانه و خزنت جنانه و صل علی مالک و خزنت نیرانه اللهم صل علیهم حتی تبلغهم الرضا و تزیدهم بعد الرضا مما انت اهله یا ارحم الراحمین.